پس روح القدس روح خداست که بعد از ایمان آوردن هر کسی وارد قلب و زندگی او میشه و تا ابد با او خواهد ماند. یا به عبارت ساده تر عزیزان میتونیم بگیم که روح القدس روح مسیحه. به هر حال هر دو به یک معنی هستند. حقیقت اینه که خدای واحد خدایی سگانه است عزیزان. خواهش میکنم به این عرض بنده توجه خاصی مبذول بفرمایید. من به هیچ وجه قصد ندارم بگم که سه خدا داریم، کما اینکه متاسفانه بسیاری از مردم به اشتباه بر این تصور هستند که مسیحیت تعلیم میده، کلام خدا تعلیم میده که سه خدا وجود داره، در حالی که اینطور نیست. ما یک خدا بیشتر نداریم. حقیقت اینه که این خدای واحد عزیزان خدای سگانه است. حقیقت اینه که خدای واحد خدای سگانه است. به چه معنی؟ یعنی سه شکل یا سه شخص را در بر میگیره. پس خدا یکیه ولی سه شخصیت و سه شکل را در بر میگیره. خدای پدر، مسیح پسر و روح القدس. پس خداوند دسته شخصیت وجود داره به نام خدای پدر، پسر، عیسی مسیح و روح او روح القدس. این سه یک خدا می باشن عزیزان. بنابراین وقتی که کسی عیسی را می پذیره، وقتی کسی به عیسی مسیح ایمان میاره، عیسی به صورت روح القدس وارد زندگی اون شخص میشه. عزیزان آیه خیلی معروف و دلنشینی در مکاشفه فصل سوم و آیه بیستم وجود داره که مضمونش بدین صورته. این آیه می‌فرماید: اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید داخل شده با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. آمین. عزیزان این گفته عیسی مسیح در مکاشفه فصل سوم آیه بیستم که عیسی مسیح می‌فرماید اکنون در مقابل در ایستاده در را می‌کوبم. منظور عیسی مسیح دوستان در اینجا در قلب‌های ماست، در قلب‌های ماست، یعنی قلب هر انسانی که مشتاق عیسی مسیح را بشناسه. عیسی مسیح میگه هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید، یعنی در قلبمون را باز کنیم و عیسی مسیح را با روحش، روح القدس خداوند، روح مقدس خداوند را اجازه بدیم تا به قلب و زندگی ما بیاد. مسیح میگه با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد و او نیز با من. آمین. خب عزیزان بعد چی میشه؟ بدین طریق عزیزان یک انسان از نو متولد میشه. اجازه دادن ورود روح خداوند به زندگیمون و ایمان به عیسی مسیح موجب تولدی دوباره میشه. ما جسمن دوباره تولد پیدا نمی کنیم بلکه روحن متولد میشیم. کلام خدا عزیزان در انجیل یوحنا فصل سوم و آیه پنجم میفرماید آنچه میگویم عین حقیقت است، تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. آمین. خب از آن عیسی مسیح در این آیه اضافه میکنه که برای وارد شدن به ملکوت خدا شخص باید از آب و روح متولد بشه. دوستان آب نشانه تطهیر و تعمیره. تعمید نشانه سمبولیک و معرف پاک شدن از گناهان هر کسه. برای اینکه شخصی گناهانش شسته بشه عزیزان اول باید توبه کنه. به همین دلیل هم یحیای تعمید دهنده و هم عیسی تعمید توبه برای آمرزش گناهان را موعظه می کردند. بنابراین شخص برای از سر نو متولد شدن عزیزان باید اول توبه بکنه و بتونه آمرزش گناهانش را در توبه، اعتراف گناهانش به خداوند و ایمان به عیسی مسیح به دست بیاره.
یعنی چه؟ یعنی باید گناهانش شسته بشند. نشانه این امر تعمید با آب می باشه که به طور سمبولیک ما انجام میدیم. دوستان، تعمید آب به معنی مرگ انسانیت کهنه و گناهکارمون می باشه. تا زمانی که دوستان انسانیت کهنه ما نمیره، ما نمیتونیم و نخواهیم توانست طبیعت جدید خودمون را دریافت کنیم. وقتی ما اعتراف میکنیم گناهانمون را و به مسیح ایمان میآوریم و غسل تعمید میگیریم، طبیعت گناهکارمون عزیزان باید بمیره و طبیعت جدیدی را از خداوند دریافت کنیم. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 12 آیه 24 می‌فرماید: این که می‌گویم عین حقیقت است. همانطور که یک دانه گندم در شیار زمین می‌افتد و می‌میرد و بعد ثمر می‌دهد، من نیز باید بمیرم، اگر نه همچون یک دانه خواهم ماند. ولی مرگ من دانه‌های گندم بسیار تولید می کند که همانا محصول فراوان از جانهای رستگار شده مردم می باشد. آیه 24 فصل 12 در انجیل یوحناست که مسیح می فرماید. خب این آیه یعنی چه و ارتباطش با این قسمت از کلام خدا و زندگی من و شما چیه؟ آیه 24 فصل 12 انجیل یوحنا که مسیح می‌فرماید من باید بمیرم. دوستان، مسیح توضیح میده که چرا وقت مناسب برای مرگش فرا رسیده بود. این نقشه خدا بود که تنها بعد از مرگ مسیح روح القدس، روح خداوند، یعنی روح خود مسیح فرستاده بشه تا در این دنیا و آن زمان در شاگردان عیسی مسیح زندگی کنه. به واسطه روح القدس عزیزان، شاگردان پیام انجیل را، دروسی را که از عیسی مسیح آموخته بودند و پیام انجیل را در سراسر جهان منتشر کردند و بعد از اون به کمک روح القدس تونستن کارهایی بزرگتر از آنچه که عیسی مسیح را هم انجام داده بود انجام بدن از نظر تعداد. پس عیسی برای نشان دادن این که دوستان چرا مردنش ضروریه، مثالی از کشاورزی میاره. او میگه هر دونه‌ای که کاشته میشه به نوعی باید بمیره تا دوباره زنده بشه. عیسی مانند دانه گندمی بود عزیزان که با مردنش ثمر زیادی به بار آورد. عیسی در طول زندگی زمینی خودش تعالیم بسیاری به افراد بسیاری داشت، از انسانهای بسیاری را شاگرد خودش ساخت، من جمله 12 شاگرد معروف او که در کلام خدا زندگی های آنها را مطالعه کردیم. دوستان، از 12 شاگرد نزدیک عیسی مسیح دانه های بسیاری رویده و همکنون نیز در حال رویدنه. به این معنی که اون 12 شاگرد بعد از مرگ عیسی مسیح توانستند با ایمان به او روح القدس را دریافت کنند و با کمک روح القدس بشارت انجیل را به دنیا برسونند. اجازه بفرمایید تا اهمیت و چگونگی مرگ در انسانیت قبل از ایمان به مسیح و زندگی جدید با عیسی در ایمان به او را بیشتر مورد تحقیق قرار بدیم.